درود بر شما. این موتوری که اینجا مشاهده می‌فرمایید یک موتور سرو هست و اینم سرو تستر. روی نوشته سرور تست، در که ما می‌دونیم این برای تست موتورهای سرو هست. من می‌خوام به کمک این قطعه این موتور سرو رو راه اندازی کنم. شما برای خرید این قطعه میتونید همین عبارت سرور تست رو سرچ بفرمایید. برای یه موتور سرو هم از عبارت سرو استفاده کنید. این یک موتور کوچیکه. موتورهای بزرگتر هم موجود. در موتورهای معمولی شبیه این ما یه سیمپیچ داریم و یه آهن ربا که سیمپیچ حرکت میکنه و در اینجا جاروبک یا زغال رو داریم. در ویدیو قبلی من در رابطه با پشت آمپر خود رو صحبت کردم. منظورم این مدار. در اینجا موتور وجود داره. همین موتور. این موتور 4 تا پین داره. این 2 تا پین نگه دارنده هستن. هیچ ولتاژی به اینا وصل نمیشه. من یکی از این موتورها رو باز کردم. این قابشه. این محور رو حرکت میده. این آهنربا هست. یعنی این داخل موتور میچرخه و سیمپیچ ثابته. 2 تا سیمپیچ داره. اگر این 2 تا زامن رو بچرخونید این بخش خارج میشه. پس این سیمپیچ به این 2 تا پایه وصله و این سیمپیچ یا کوئل به این 2 تا پایه. این آهنربا هست که در اینجا قرار میگیره. در این بخش یکی از مشکلات که این موتورها دارن بعد از مدتی این بخش خراب میشه. ولی داخل سرو موتور ما در اینجا یک موتور دی سی داریم. اینجا قرار گرفته. بعد اینجا یک مدار وجود داره. یک آی سی هم در اینجا هست. 3 تا سیم داره. ولتاژ مثبت، منفی و یک ولتاژ سیگنال. اینجا هم وجود داره. ولتاژ مثبت، منفی و یک سیگنال. ولتاژ ورودی بین 4.5 تا 6 ولت. من میتونم این محور رو حرکت بدم. ولی بعد از اینکه ولتاژ واردش شد دیگه نمیشه این محور رو حرکت داد. سرو موتور برای کار کردن از 3 تا سیم استفاده میکنه و سیم سیگنال هست که زاویه چرخش رو تعیین میکنه. ولی چه چیزی باعث میشه که این محور در جای درست قرار بگیره؟ به این علوم دقت کنید. سه تا پایه داره. این محور وسطه که وقتی من حرکت بدم روی این گرافیک حرکت میکنه. اگر این در اینجا قرار گرفته باشه، یعنی از اینجا حرکت کرده اومده اینجا و از اینجا خورده به پایه وسط، پس موقعیت قرارگیری این محور با توجه به این زبانه هست. در سرو موتور هم به همین حالته. یک پتانسیومتر در اینجا قرار گرفته و محل قرارگیری این محور رو فیدبک یا بازخورد میده به مداری که در اینجا قرار گرفته. پس شبیه اینه به این حالت. حالا اگه بخوایم این رو راه اندازی کنیم باید چی کار کنیم؟ گفتیم 3 تا سیم داره. سیم قهوه‌ای، قرمز و نارنجی. سیم قهوه‌ای منفی، قرمز مثبت، نارنجی سیگناله. این موتور جریان زیادی نمیکشه. با 5 ولت کار میکنه. پس میتونم مستقیماً به این قطعه متصل کنم. ولی موتورهای بزرگتر رو به کمک درایور باید راه اندازی کنیم. این قطعه یک بخش آوت داره و یک بخش این. پس این 3 تا سیم رو به این حالت، یعنی سیم سیگنال رو به سمت بالاست، در اینجا وصل میکنم.
به طور همزمان سه تا موتور رو میتونه کنترل کنه. حالا برای اینکه بتونیم به اسیلوسکوپ متصل کنیم از منفی و سیم سیگنال استفاده میکنم. سیم سفید رو برای سیگنال میذارم. سیم قهوه‌ای رو برای منفی. حالا ولتاژ رو چطور وارد مدار کنیم؟ در بخش ورودی نوشته منفی مثبت. منفی و مثبت ورودی و خروجی به هم متصلن. پس من در اینجا یه سیم رو برای منفی میذارم برای تزریق ولتاژ و یه سیم رو برای مثبت. حالا منبع تغذیه رو متصل میکنم. منفی به منفی 5 ولت، مثبت به مثبت. حالا ولوم رو میچرخونم. به حرکت این محور توجه بفرمایید. همونطور که میبینید در یک جا ثابت میمونه. زاویه حرکتش 90 درجه است. دقت بفرمایید. ولوم رو صفره. تا آخر باز میکنم. روی 90 درجه. انواع مختلفی از سرو موتور وجود داره. حالا میخوام اسیلوسکوپ رو متصل کنم. سیم منفی رو به گیره سوسماری، سیم سفید رو به پراپ اسیلوسکوپ. خب به محور و اسیلوسکوپ دقت بفرمایید. وقتی رو زاویه 90 درجه قرار گرفته، عرض پالس بازه. حالا ولوم رو میچرخونم. به عرض پالس دقت بفرمایید. پس میتونم توی یک زاویه خاص این محور رو نگه دارم. وقتی ولتاژ وارد موتور شده، ما غالبا نمیتونیم این محور رو تکون بدیم. کاملا در جای خودش سفت میشه. خب ما میدونیم روی کنترلر PWM یه دکمه هست. سه تا وضعیت داره. این وضعیت اول یا دستی. این وضعیت دومه و اینم وضعیت سوم. به عرض پالس دقت بفرمایید و حرکت این محور. خب همونطور که مشاهده کردین، راه اندازی سرو موتور با جریان کم به کمک این ماژول خیلی راحت. حالا چه استفاده از این میشه کرد به خلاقیت شما بستگی داره. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.